سرخط مهمترین های امروز. هشدار از یک جنگ بزرگ. از دید حکومت افغانستان طالبان گروه قابل اعتماد نیست. دوی خپل مشران مطلق قدرت قائل. تأکید امریکا بر پایان جنگ افغانستان از طریق راه حل سیاسی پایدار. Doing it in a responsible way and in a پنتاگون میگوید وضعیت را همچنان زیر نظر دارد. احتمال اعتصاب کاری برخی شرکت‌های ترانسپورتی. نرخ خاربار از حالا در بازارها افزایش یافته است. قیمتی به محاوج خود رسیده، پرسان نیست، بازخواست نیست. و جنگ افزارهای هسته‌ای کوریای شمالی اولویت فوری برای واشنگتن. امریکا از برنامه هسته‌ای پینگ‌یانگ همچنان نگران است. بیننده مهمترین ها از یک با من نصرت منصور هستید. مشروع خبرها، آتش سوزی بزرگ در بندر اسلام قلعه رخ داده است. وسعت این آتش سوزی در حد است که مقامهای محلی از تیمهای آتش نشانی ایران نیز برای مهار آن کمک خواستند. بر اساس ویدیوهایی که از این آتش سوزی نشر شده، شعله های آن بسیار بزرگ است و احتمال دارد ده ها تانکر مواد سوخت و گاز مایع تومه آتش شده باشد. مقامهای رسمی تا اکنون در مورد علت آتش سوزی و تلفات احتمالی برخواسته از آن چیز نگفتند، اما شمار از گواهان بر رسانه ها از احتمال برخورد راکت خبر دادند. رسانه های ایرانی گزارش دادند که مرز دوغارون هم از این آتش سوزی بی نصیب نمانده و نیروهای نظامی و امدادرسانی ایران در تلاش مهار آن هستند. بنابر گزارش ها دست کم 8 تن در این آتش سوزی زخمی شدند. به گفته رئیس جمعیت هلال احمر ولسوالی تایباد ایران، تا اکنون هیچ اطلاعات درست و دقیق از وضعیت هر دو مرز ایران و افغانستان در دست نیست. شمار از رانندگان تانکرها هم گفتند که حدود 500 تانکر عامل گاز و تیل تا اکنون سوختند. تمام نیروهای موجود در اداره محلی هم از ملکی و امنیتی تمام تلاششان تا اکنون این بوده که ایره مهار بکنن. گستردگی آتش بسیار زیاد بود. حالا ما در آتش بالاخره فائق میایم. چیزی که مهم است که حراست بکنیم از اموال و وسایتی که تانستیم تا اکنون اینا را بکشیم. در صدها موتر همکارای ما تانستن که اینا را از سایه آتش دور بکنن. فعلا در شعارا هست حجم وسیع از اموال تجارتی در آتش سوخته مشخص نیست، ولی نگرانی ما را بسیار سخت و شدید ما را متاثر ساخته. چنین حوادثی یک شوک اقتصادی به سکتور خصوصی افغانستان. مشاور امنیت ملی میگوید که فرماندهان طالبان به کویته خواسته شدند تا برای یک جنگ بزرگ آمادگی بگیرند. حمدالله محب میگوید که طالبان گروه قابل اعتماد نیست. در غیر آن رئیس جمهوری به خاطر سال در کشور حاضر است قربانی بدهد. با گفته محب، طالبان قدرت مطلق میخواهند و تانها خواهان مشارکت کسان در قدرتند که به این گروه تسلیم شوند. جواد تیموری گزارش میدهد. آمدند تا از جنگ و صلح به مردم بگویند. حرف نخستشان این است که گفتگوها به گونه‌ای به بنبست خورده و طالبان برای یک جنگ بزرگ به کویتی پاکستان فراخوانده شدند تا آمادگی بگیرند. طالبان آمادگی عمومی خود گرفته، اکثر کماندانان خود به خانه خود به کویته خواستند برای از اینکه آمادگی برای جنگ تابستان بگیرند و به جنگ بهار بگیرند. بحث کنارگیری رئیس جمهوری از قدرت به خاطر صلح هم اینجا مطرح می شود. اما مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری می گوید که طالبان گروه قابل اعتماد نیست و اشرف غنی در صورتی از قدرت کنار می رود که اطمینان حاصل کنند صلح پایدار در کشور برقرار می شود. در حالی که هیئت دولت افغانستان هنوز در انتظار برگشت طالبان به میز گفتگو است، مشاور امنیت ملی تاکید دارد که طالبان قدرت مطلق میخواهند و بحث مشارکت برای آنان اهمیت ندارد، بجز کسانی که به آنان گردن نهد. دودی خپل مشران مطلق قدرت غواړي،
چې هغه مشران چې ورسره دي او بادران د افغانستان تخریب غواړي، نو د دې ترمنځ مونږ ته یو لار پیدا کول غواړي چې مونږ سولې ته ورسیږو. هر وخت چې سولې راتلله، هر څوک چې په دې مملکت کې هغه هر قربانۍ ته حاضر دی، په شمول د رئیس جمهور. در جریان هفته های پسین خشونت ها افزایش 100% داشته و رئیس امنیت ملی میگوید از میان 104 فرد که به اتهام دست داشتن به ترورهای هدفمند و کارگزاری ماین ها بازداشت شدند، بیشترشان طالبانند. ضیا سراج هم میگوید که اطلاعات آنان نشان میدهد که طالبان در حال ترک گفتگوها اند. طالبان که در حالت فرار است و در میز مذاکره حاضر نمیشه. تیم افغانستان، تیم مذاکرهش حاضر است، منتظر است که طالبان حاضر نمیشن و بهانه های مختلف میکنن و او بحث جداست. از سوی هم کمیته مشترک کاری دفتر شورای امنیت ملی افغانستان و امریکا کارشان را روی آماده سازی راهکار برای سال آغاز کردند. حکومت افغانستان که تجربه ناکام آزادی زندانیان طالبان را آن هم زیر فشار امریکا دارد، این بار از آدرس این مقام‌های امنیتی تاکید می‌کند که رهایی زندانیان دیگر به سودشان نیست. حکومت باید جزئیات روند گفتگوهای صلح را به موقع با مردم شریک کند. شمار از آگاهان سیاسی در واکنش به گفته‌های دیروز معاون دوم ریاست جمهوری در مورد آزادی زندانیان میگویند که بهتر است حکومت همواره و به موقع مردم را از روند گفتگوهای صلح آگاه کند. سرور دانش روز گذشته گفت که زلمه خلیلزاد با لحن هشدارآمیز به آنان گفته بود که اگر زندانیان طالبان آزاد نشوند، خشونت در افغانستان بیشتر خواهد شد. به خاطر زمینه سازی مذاکرات رو در رو، رئیس جمهور غنی در 20 حوت سال گذشته یک روز پس از مراسم تحلیف دستور آزادی 5000 زندانی طالب را امضا کرد. یک ماه پس از آن در 20 حمل امسال نخستین گروه از زندانیان طالب آزاد شدند. زندانیانی که به گفته حکومت بیشترشان دوباره به میدان جنگ برگشتند. حالا که نزدیک به یک سال از آزادی نخستین گروه زندانیان طالب می گذرد، گفته های معاون دوم ریاست جمهوری در مورد آزادی این زندانیان با انتقادهای روبرو شده است. اگر پروسه سرور دانش دیروز گفت که زلمه خلیلزاد با لحن تهدیدآمیز به آنان هشدار داده بود که اگر 5000 زندانی طالب آزاد نشوند، خشونت در افغانستان افزایش می‌یابد. اما انتقادها این است که حکومت جزئیات روند گفتگوهای صلح به ویژه آزادی 5000 زندانی طالب را با مردم در وقت معین آن در میان نگذاشته است. شه خبر دا و چې هغه وخت کې دا خبره له ولسونو سره شریکه سوې اوس چې میاشتې تیریږي، جګړې زور اخیستې دي، بندیان مو هم خوشي کړل او سولې مسایل هم په ټاپه ولاړ دي. زه فکر کوم چې یو ښه حکومت د رهبری خبر نه دی. آزادی زندانیان طالب یکی از موردهای اصلی توافقنامه امریکا با طالبان و پیش شرط آغاز گفتگوهای حکومت و طالبان بود، روندی که در افغانستان هم جنجال برانگیز شد. از دید بسیاری ها حکومت زیر فشار سیاسی امریکا مجبور شد زندانیان طالب را رها کند، موضوعی که نه تنها سبب کاهش خشونت بل افزایش خشونت در افغانستان شد. امریکا و طالب خپل خلیلزاد دیر فشار و چې باید دا خوشیسی خو هغه بندیان خوشی سول نن تاسو ولیدل چې هغه ټوله تقریبا 90% یې برته د جنگ سنگر ته ولاړه. هیچ نوع تعهد بررهایی؟ رئیس جمهور غنی پیش از امضای آزادی 5000 زندانی طالبان گفته بود که امریکا صلاحیت تصمیم گیری در این مورد را ندارد. انتقادها هم این است که حتی ضمانت های گرفته شده در بدل آزادی زندانیان طالب هم کارساز نبوده است. از این رو نباید زندانیان بیشتر این گروه آزاد شوند. وزارت دفاع آمریکا میگوید که دولت جدید مسئولانه و از طریق یک راه حل سیاسی پایدار به جنگ افغانستان پایان خواهد داد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا تاکید کرده که وضعیت افغانستان همچنان زیر بازنگری است و وزیر دفاع آمریکا قرار است در این مورد با وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل بیشتر رایزنی کند. همزمان شماره از مقام‌های ارشد پیشین آمریکا به این باورند که خروج کامل از افغانستان فاجعه‌بار خواهد بود و این که
کشور را به سوی جنگ داخلی خواهد کشاند. مشاور شورای امنیت ملی میگوید آمریکا میخواهد با کم ساختن نیرو مصارف خود را کمتر کند و دولت افغانستان با آنکه تعهد جهانی را تا 3 سال دیگر در تمویل و تجهیز نیروها دارد، اما آمادگی های لازم را نیز در برابر هر تهدید گرفته است. دولت جدید امریکا جنگ افغانستان را مسئولانه و از طریق یک رای حل سیاسی پایدار پایان خواهد داد. بخشی از سخنان جان کوربی، سخنگوی وزارت دفاع امریکا، میگوید مکث طولانی اداره بایدن برای بازنگری توافق اداره قبلی با طالبان برای آن است که افغانستان هنوز برای امریکا مهم است و میخواهد از این کشور مسئولانه خارج شد. رئیس جمهوری در مورد پایان دادن به جنگ های بی پایان که مطمئناً جنگ افغانستان را نیز شامل می شود بسیار جدی و ثابت قدم است. ما بارها گفته ایم که جنگ افغانستان را مسئولانه و از طریق یک راه حل سیاسی پایان خواهیم داد. مقر اصلی پیمان اتلانتیک شمالی قرار است چهارشنبه همین هفته میزبان وزیران دفاع ناتو باشد. لابت آستن وزیر دفاع امریکا هم در این نشست دو روزه حضور خواهد یافت. نشستی که اشتراک کنندگان آن درباره چگونگی ماموریت آینده ناتو در افغانستان تصمیم خواهند گرفت. جنرال آستین از مشورت ها و رایزنی ها در مورد خروج و نیز بازنگری توافق با طالبان استفاده خواهد کرد. برای تصمیم گیری در مورد کاهش نیروها خیلی زود است. جمع‌آوری اطلاعات بیشتر در مورد نحوه تصمیم گیری فرمانده کل نیروها ضروری است. همزمان رایان کراکر سفیر پیشین امریکا در افغانستان در مرکز مطالعات بین المللی و راهبردی در واشنگتن میگوید خروج نیروها در شرایطی که افغانستان به صلح نرسد فاجعه بار خواهد بود. به گفته او خروج کامل نظامیان به صلح کمک نمی کند و به گونه تن دادن به خواستهای طالبان است. ما ارزش هایمان را آسیب می رسانیم. ما دختران را به مکتب رفتن تشویق کردیم و گفتیم که از شما پشتیبانی می کنیم. اکنون به ساعت هایمان نگاه کنیم و بگوییم که زمان رفتن فرا رسیده و خدا حافظ. آیا واقعا می دانیم یک بارگی با بیرون شدن ما به زنان در افغانستان چی اتفاق می افتد؟ زمانی که طالبان بار دیگر به زور میله تفنگ به قدرت برسند، وضعیت خوشایند نخواهد بود و ما مقصر خواهیم بود. دیوید پتریوس رئیس پیشین اداره استخبارات مرکزی امریکا هم که در این نشست که زیر نام تعیین شرایط برای نتیجه درست در افغانستان برگزار شده بود، طالبان را به تعهد شکنی با امریکا متهم می کند. او می گوید این گروه رابطه با القاعده را قطع نکرده و گفتگوهای معنیدار با دولت افغانستان را نیز آغاز نکرده و نیز خشونت ها را کاهش نداده است. من پیشبین یک توافق سیاسی مناسب و پایدار در نتیجه گفتگوها نیستم. واقعیت این است که فکر میکنم طالبان فقط به دو هدف بزرگ وارد گفتگوها شدند. خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و آزادی زندانیانشان از زندانهای افغانستان. مشاور شورای امنیت ملی میگوید امریکا میخواهد با کم ساختن نیرو مصارف خود را کمتر کند و دولت افغانستان با آنکه تعهد جهانی را تا 3 سال دیگر در تمویل و تجهیز نیروها دارد، اما آمادگی های لازم را نیز در برابر هر تهدید گرفته است. امریکا میخواهد مصارف خود را کم بکند، میخواهد که نیروهای خود را اینجا کم بسازند و ما میخواهیم که ما به طرف خودکفایی بریم. و چطور میتونیم که اینمی دو هدف یک جای کنیم؟ در پالوی ازی که مبارزه با ضد تروریسم و مواد مخدر هم دوام پیدا کنه و به طوری که برای افغانستان قابل تطبیق باشه. بحث های هم که در خارج از افغانستان صورت میگیرد، خروج مسئولانه را از افغانستان تامین کننده منافع همه کشورها میداند. افغانستان رها کردن افغانستان لگد زدن کشورها به منافع خودشان است. افغانستان یک فرصت بزرگ است تا کشورها در جهت حل سیاسی آن به گونه مشترک گام بردارند. خروج نیروها هرچند طرفداران زیاد دارد، اما مخالفان هم در داخل امریکا به شمول کنگره دارد. حل سیاسی جنگ افغانستان و خروج مسئولانه منافع همه را تأمین خواهد کرد. امریکا که هم اکنون 2500 نیرو در افغانستان دارد، قرار است در صورت صحت گذاشتن اداره بایدن به توافقنامه دوحه با طالبان در اول می افغانستان را ترک کنند.
سرنوشت 10,000 نیروی نظامی ائتلاف بین المللی به رهبری ناتو هم که در حال حاضر در افغانستان مستقر هستند قرار است تا چند روز آینده مشخص شود. آقای بصیر دهزاد، استاد دانشگاه و عضو انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا با ما وصل است. آقای دهزاد، در شرایط که حکومت افغانستان هشدار می‌دهد از یک جنگ در بهار آینده، آمریکایی‌ها باز هم به یک راه حل سیاسی تاکید می‌کنند. دوها ظاهرا راه حل اشتباه بوده که پیش رفتند. پس چگونه یک راه حل سیاسی می‌تواند حکومت افغانستان مردم افغانستان را با طالبان کنار بیاره؟ بله، عرض سلام خدمت شما و بینندگان گرامی تلویزیون یک. خدمت شما باید عرض بکنم که در واقعیت تجدید نظر یا بازنگری بر سیاست آمریکا تنها و تنها مربوط به بیرون رفتن 2500 نفر عسکر آمریکایی نمیشه، بلکه بازنگری توقع ما باعث یک افغان، باعث یک شهروند افغان ای است که امریکا در مجموع در سیاستش وسیعا بازنگری بکنه و تغییرات بزرگ را به وجود بیاره، به خاطر از اینکه پروژه دوحه، قرارداد بین ایالات متحده آمریکا و طالبان به شکست کامل مواجه شد و نتیجه شکست از یا ادامه شکست از در مذاکرات دوحه کاملا تبلور یافت. به این خاطر سیاست کنونی خب البته مثبت است که آمریکا میخواهد که بر سیاستش تجدید نظر بکنه، اما به مفهوم از این باید نباشه که آمریکا تنها و تنها در این بازنگری منافع حیاتی خود را یک جانبه ببینه، بلکه جوانب مختلف موضوع که یک، نقش دولت افغانستان باعث یک نظام سیاسی که محصول تکامل 19 سال اخیر است باعث یک طرف قضیه در نظر گرفته شده. دومی که مسئله حاکمیت ملی افغانستان در انتخاب یک دولت مورد انتخاب خود مردم آسیب دیده از جنگ افغانستان باید مطرح نظر باشد و در این مسئله باید حاکمیت ملی افغانستان جدا در نظر گرفته شود. مسئله سوم در این است که بازنگری سیاست آمریکا نه تنها مرتبط به قضیه یا مسئله طالبان یا دولت یا مسئله عساکرش در افغانستان نباشه، بلکه یکی از محورهای بزرگ شرارت قضیه افغانستان پاکستان است و ما امیدوار هستیم که دولت کنونی آقای بایدن در سیاستشان تغییرات بزرگی را به وجود بیارند در قبال نقش پاکستان در پالیسی های نظامی و حمایت از تروریسم طالبانی و جای دادن بر علاقات مختلفه تروریسم در داخل خاک پاکستان. به او خاطر این سیاست تا بال ناکام بوده و اگر یک جانبه صرفا مسئله یک قرارداد بین یک جانبه که از لحاظ مشروعیت مورد سوال است، یعنی طالبا، مسئله افغانستان را به صورت قطع حل کرده نمیتونه. آقای دهزاد، شما اشاره کردین به بحث خروج. در صورتی که آمریکایی ها حالا روشن است که بحث خروج را به نوع ابزار ساختن برای فشار بالای طالبان و حکومت افغانستان، اگر هم این خروج انجام شود، پیامدش را برای افغانستان شما چه تصور میکنین؟ فکر میکنین آمریکایی ها پیش بین وضعیت پس از خروج برای افغانستان نیستند؟ خب بر شما معلوم است که امریکا زمانی که 150,000 عسکر داشت هم در افغانستان جنگ بود، حالا که بعد 2500 نفر تقلیل یافته هم جنگ وجود داره. مسئله بیرون رفتن مسئله نقطه نیرنگی نیست، اما مسئولیت امریکا در قبال سرنوشت مردم افغانستان، مردم جنگ دیده، مسئله بسیار مهم است که امریکا روی از این مسئله مطلب خود متمرکز بسازه که طرفشان افغانستان است، نیروهای مسلح افغانستان که فعلا با استقلالیت تقریبا کامل در جبهات جنگ پیروزمندانه موفقیت به دست میارن. بله،
ممنون آقای بصیر دهزاد، استاد دانشگاه و عضو انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با ما وصل بودند. برخی شرکت‌های ترانسپورتی هشدار می‌دهند که دسته‌های مافیایی به هدف‌های سیاسی و سودجویی‌های گروهی می‌خواهند اعتصاب کاری را بر این شرکت‌ها تحمیل کنند. وزارت ترانسپورت هم تایید می‌کند که برخی گروه‌ها با عملکرد غیرقانونی و به نام شرکت‌های ترانسپورتی سر و صدا را مبنی بر اعتصاب کاری بلند کردند. مسئولان برخی شرکت‌های ترانسپورتی اینجا در یک نشست خبری از تلاش‌های برخی دسته‌های مافیایی برای مختل کردن کاروبار حمل و نقل کالاها و خاربار در کشور هشدار می‌دهند. مدعیان که برخی دسته‌های مافیایی و بی‌نام و نشان با عنوان شرکت‌های ترانسپورتی می‌خواهند به دلیل هدف‌های سیاسی و گروهی اعتصاب کاری را بر این شرکت‌ها تحمیل کنند. په دغه اعتصاب یا په دغه کاربندی سی باربری موټردارانو کړی دی، په دې کې موافق نه دی او نه دوی موټر سره درولی دی، نه چاته اعلان کړی دی چې تاسو ورسی موټر مدر موږ مسافر نه وړو، بلکې د افغانستان د مسافربری ترانسپورتي شرکتونو فعالیت یا موټران په زور درول سوی دی. در قدم اول یاره به علی شرکت های ترانسپورتی و اتحادیه های ترانسپورتی مردم ساد کردن و در قدم دوم به علی ریاست ترانسپورت، وزارت ترانسپورت و در کل دولت. اینا هم ما را تهدید میکنن، هم ریاست ترانسپورت، هم وزارت ترانسپورت و هم در کل دولت جمهوری اسلامی افغانستان. در ادامه این انتقادها و هشدارها وزارت ترانسپورت تایید میکند که برخی حلقه ها به بهانه اعتصاب و با کارگیری از نام شرکت های ترانسپورتی هدف های غیر قانونی را دنبال میکنند. مسئولان در این وزارت همچنان تاکید دارند که با کارگیری از قانون جلوی این تلاش ها گرفته خواهد شد. چیزی که برای ما مهم است، یعنی در اواخر اشخاص و افرادی را که ما میبینیم به نام شرکت ترانسپورتی، به نام موتردارای افغانستان، اینا اقدامات را روی دست گرفتن به خاطر نامبدی و به خاطر اختشاش. یعنی شرکت های ترانسپورتی ما فعلا به شکل بسیار نرمال فعالیت خود دارن، اما بار سنگین این جنجال ها را شهروندان برداشت میکشند با بلند رفتن بهای خاربار در بازار. قیمتی به محوج خود رسیده، پرسان نیست، بازخواست نیست و حکومت فعلی ما شما را میبینید در کشمکش های قطر مصروف هستند و از نرخ نوا هیچ کس خبر ندارند که از نرخ نوا باید پرسان کنند. فروشندگان خاربار در بازارهای کشور میپذیرند که در پی این جنجال ها بهای مواد خوراکی افزایش یافته است. دفعی بجار تقریبا 70 یا 100 افغانی فرق کرده، در یک بسته تخم 20 روپه تفاوت کرده، در هر چیز تفاوت کرده. دولت اید توجه نمیکنه، 15 روز زیادتر میشه که را بنده است، کل مواد ها او طرف مونده، مواد مال انتقال، کل جنس دوما قیمت تمام میشه. در ادامه این جنجال ها امروز برخی شرکت های ترانسپورتی در ننگرهار گرد همایی اعتراضی رو انداختن و از حکومت خواستند تا جلوی زورگیری در بزرگراه‌های کشور به ویژه بزرگراه کابل ترخم را بگیرد. وزارت تحصیلات عالی از بروزسازی مواد درسی در دانشگاه‌های کشور در سال جدید خبر می‌دهد. در پی انتقادها از کهنه بودن نصاب آموزشی در کشور، وزارت تحصیلات عالی از بروزسازی نصاب تحصیلی در سال پیش رو خبر می‌دهد. مقام‌ها در وزارت تحصیلات عالی در برنامه حسابدهی دولت به ملت می‌گویند که نظام آموزشی در کشور در سال پیش رو مطابق به نیازمندی‌های بازار کار تنظیم خواهد شد. بروزسازی مواد درسی و ایجاد رشته‌های جدید آموزشی برنامه تازه حکومت برای رشد تحصیلات عالی در کشور است. تجدید نظر در نصاب‌های تحصیلی خیلی مهم و اساسی هست که ما نصاب‌های تحصیلی را باید بازنگری بکنیم که کارش از قبل شروع شده و در سال آینده به طور جدی کار دنبال خواهد شد. و از سوی دیگر تنوع رشته هاست، ما ضرورت داریم رشته های تحصیلی خود را بیشتر تنوع بدهیم. وزیر تحصیلات عالی نقش زنان را در آوردن تغییر مثبت در نظام آموزشی کشور برازنده می داند. بر بنیاد آمارها بیش از 15% آموزگاران و 13% کارمندان وزارت تحصیلات عالی را بانوان تشکیل می دهند. با توجه به این آمار می بینیم که میزان حضور خواهران و طبقه اناث در نظام تحصیلات عالی افغانستان به حد قابل توجه بالا رفته، اما کافی نمی باشد. اما اکادمی علوم افغانستان کیفیت تدریس و سطح سواد کسانی که از دانشگاه ها فارغ می شوند انتقاد می کند.
په پوهنتونونو کې ځینې خلک میخانیک زده کړې کوي، دې کې شک نشته، اما کله چې د عمل ډګر ته راځي په لیکلو کې بیا هغه ډول تحلیل او قوه دی کې نه وي. نبود برنامه های پژوهشی، کهنه بودن چپترهای درسی و روش قدیمی تدریس از سوی برخی آموزگاران از جمله موارد است که همواره انگشت انتقاد به سوی وزارت تحصیلات عالی را نشان می گیرد. واشنگتن می گوید جنگ افزارهای هسته‌ای کره شمالی و برنامه موشک‌های بالیستیک این کشور اولویت فوری برای ایالات متحده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که کره شمالی در سال‌های اخیر همچنان به توسعه برنامه هسته‌ای خود ادامه داده و این باعث می‌شود واشنگتن با متحدان خود هماهنگ در برابر پیونگیانگ گام بردارند. جو بایدن در کارزار انتخاباتی خود گفته بود تنها به شرط حاضر به ملاقات با کیم جون اون رهبر کره شمالی است که این کشور ظرفیت هسته‌ای خود را کاهش دهد. ادریس فاروقی از ورزش خواهد گفت. دوره آموزشی مربیگری فوتسال در ولایت قندهار به پایان رسید. 26 مربی فوتسال این ولایت برای 6 روز روش‌های تازه مربیگری را زیر نظر عبدالرزاق ممرک آموزگار فدراسیون فوتبال کشور آموزش دیدند. این دوره آموزشی در دو بخش عملی و نظری راه اندازی شده بود. هدف از برگزاری این کارگاه بلند بردن ظرفیت مربیان قندهار و نیز معرفی مربیان برتر برای حضور در کارگاه آموزشی درجه یک فوتسال آسیا گفته شده است. بازی های هفته 21 بوندسلیگا آلمان شب گذشته با برگزاری یک دیدار پیگیری شد. لایپزیگ در خانه به مسافه آکسبورگ با میدان رفت که این دیدار در پایان با پیروزی 2-1 میزبان به پایان رسید. در چند دیدار مهم در ادامه بازی های این هفته امشب بورسیا دورتموند در ایدنا پارک دورتموند آفنهایم را در پیش دارد. ماینز مهمان بایر لورکوزن خواهد بود. شتوتگارت هرتا برلین را در پیش دارد و یونین برلین در شهر برلین پذیرای شالکه است. در جدول رده‌بندی این لیگ بایر مونیخ تا اینجای کار با 48 امتیاز در صدر قرار دارد. هفته 23 رقابت های لالیگا اسپانیا هم با برگزاری یک دیدار آغاز شد. سلتا ویگو در خانه به مسافه الچه به میدان رفت که این دیدار در پایان با پیروزی 3-1 میزبان به همراه بود. در مهمترین بازی امشب هم بارسلونا در نیوکمپ دیپارتیوی آلاوس را در پیش دارد. در جدول این لیگ اتلتیکو مادرید صدر نشین است. مهمترین ها همین قدر بود. ممنون که یک را بیننده هستید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.